چطورین جون دلا؟ سر کیفین عزیزا؟ سر کیف؟ بابا چرا این ابو داری هنوز میگی؟ بابا طرف 4 ماه از ترندی افتاده، بس دیگه. عرض شود که بچه ها امروز اومدیم جزئیات خفن و پشمیزون بازی ردد 2 رو با هم دیگه ببینیم. کلن راکستار به غیر از داستان و گیم پلی بازیاش به جزئیاتش هم خیلی دقت میکنه، به طوری که شما وقتی تو بازی راه میری اصلا پشمات میریزه از جزئیات. این ور میری میریزه، اون ور بری پاپ میریزه، چپ بری میریزه، راست بری میریزه، راست بری میریزه. این چه صدایی بود؟ این جدید بود. به کی؟ اینم داداشمه. به کی؟ اگه شما یهو به سرتون بزنه که اسکل بشین و چپ و راست به اعضایی که توی کمپ هستن فوش بدین، اونا هم قطعاً وای نمیستن شما هرچی بخواین بهشون بگین دیگه. آره اونا هم میان بدین شکسی که تو از کمپ میزنن تا در ثروتی بشه برای آیندگان، تا اینقدر بددهن و بی تربیت نباشه. تازه این اسکلا رو نویسنده نوشته بود کسخل، من با ادبانه گفتم که آره. سلام داداش، شنیدم میخوای از محصولات ما استفاده کنی. میدونم که خیلی سخت داری، شارژای ما همش هنره، اما بهترین گوشی‌های بازار رو درست میکنی. خانم ها و آقایان ببینید و آگاه باشید، این شما و این محصول جدید سامسونگ در بازار. فوق‌العاده است، کلن شارژ شد، عجب شارژی. حالا 2% هنوز نشده که اشکالی هم نداره، مقاومه، ارزونه. عجب شارژی، عجب شارژی، 100% شدم. دوباره یه بار فایده نداره. توی بازی اگه شما کثیف بشین و بوی گوه بدین، باز برین هموم. اگه گشاد بازی در بیارین و نرین هموم و با همون قیافه چرک و کثیف و حال به همزن برین توی کمپ، اعضای کمپ میگن اصلا میگم بلنزن بو ان میاد، و وقتی میفهمن اون بوی گوه از شماست و قیافتون رو میبینن اینو میگن اه چندش. بعدش هم میان دیگه به زور میبرنتون هموم و این نمیره. حتی وقتی توی شهر هم با قیافه کثیف قدم بزنین، ملت مسخرتون میکنن و تیکه میندازن، در واقع به کثیفیتون ریاکت میکنن. نتیجه اخلاقی؟ گمشا هموم دیگه، مردی که پلشت زشت کثیف ان. اگر در بازی شما ناگهان خر شده و همچون سگهای سیاه خراسان پاچه ملت را بگیرید، کلانتر می آید و شما را همچون سگگیرهای خراسان دستبند می زند و شما را دستگیر کرده و در داخل زندان می کند. یک وارد زندان می کنه، اون ندشت قد شما منحرفه. تنفر دارم از همه تو تخمم. در آن زمان رفیقهای بدبختتان باید بیایند و شما را از زندان در بیاورند. خب نرید به این کارا نکنید که نندازنتون زندان دیگه. این بندگان خدا کار زندگی دارن، هی باید بیان توی خر نجات بدن. اون زن داره، بچه داره، یکیشون خیلی ایده داره، خون نکردن رفیق شما شدن که. آدم باشین باریکلا. آزاد شدم خوشحالم ننه، ایشالله آزادی قسمت جمعه. یالا به سلام رفیقای خودم، چطورین؟ چطورین کله اکسیا؟ قربونتون برم. داشتم میگفتم این برادر زاده ما هم چه یکم بیشعوره، ویدیوها رو میبینه ولی گشادی میکنه لایک نمیکنه، ولی در حدی الان نادمه که این بعد همه رو لایک میکنه. من واقعا معذرت میخوام، قول میدم دیگه همه ویدیوها رو لایک کنه. البته که میکنی، فقط نمیدونم چرا برادر زادم ریشاش از من بیشتره. روز خوبی داشته باشین، قربان شما، بای بای. بریم. نیاز نبود تو بیای، خودم فرار میکرد. آزاد شدی، خوشحالی ننه؟ بجی امروز چقدر هوا انه. آقا این شاتگانو میبینین؟ بکن تو کونه ده. عرض شود که توی بازی اگه با شاتگان به سر یه بنده خدای شلیک کنین، میبینین که سرش کنده میشه. سر
کلش یعنی کنده میشه. اگه به پاش شلیک کنین پاش کنده میشه. اگه به دست چپش شلیک کنین دست چپش که خوب طبیعتا راستش کنده نمیشه. اگرم به دکش اینو نمیتونم بگم. حالا بی خیال، جالبتر و پشمیزونتر از همه اینا اینه که اگه به دست راستش شلیک کنین به طرز عجیبی دست راستش کنده میشه. چقدر نمیسنده بالمک. به طور کلی معادلش میشه به هر جا شلیک کنید کنده میشه و این نشون میده که بازی بسیار بسیار واقع گرایانه است. یعنی میخواد رسما بهت بگه که دا تو به هر چی شلیک کنی کنده میشه، پس شلیک کن. مادچ توی بازی اگه شما به سوارکاری بدبخت بنده خدا شلیک کنید و اونو بکشید میبینید که پاش به اسب گیر کرده سه اسب اونو میکشد با خودش و این نشون میدهد بازی ها همینطوری اثری بیکار یا بیار یا بیپولی نیومدن بسازن و قشنگ روش فکر کردن تا یه چی بسازن پشمای کلی دنیا بیریزه. جالب است در این بازی یک موجودی وجود دارد که بسیار قوی و سریع و وحشی است. او یک حیوان درنده است که در چند ثانیه میتواند باسن شما را دریده و مرگی سری را برای شما به ارمغان بیاورد. این موجود ظالم و مخوف چیزی نیست به جز اسب. آره اسب، همین حیوان. حیوان دیدی تا حالا؟ این موجود به ظاهر مهربان، زادی بسیار بسیار کیری تخمید کثیف داشته، به طوری که اگر شما بروید پشت سر آنها، آنها لگدی همچون لگدهای مرحوم بروسلی به شما وارد کرده و دهن شما را سرویس می کنند. شما هرگز به این حیوانات به چشم موجوداتی نجیب و اهلی نگاه نکنید. آنها می توانند در یک عملیات انتحاری تخم مرغ‌های شما را از بین ببرند، زیرا یک لگد اسب می تواند نصف خون شما را در بازی کم کند. بعد اینکه شما بازی رو تموم میکنین یه شهری هست که میتونین توی این قسمت نقشه پیدا کنین که انگار یه بیماری اونجا اومده که حاصل کثافتکاری ایدز و تاون با همه و کلن کل شهر گرفتن و مریض شدن همه. آره. و خب وقتی شما برید اونجا باید ماسک بزنین دیگه، چون ممکنه وقتی وارد اونجا میشید ایدز بگیرید و بمیرید. آره، حاصل زنای تاون و ایدز و اینا بر میدونین. آره. و جالب ترین نکته حرفایی که مردم اون شهر وقتی واردش میشید بهتون میزنن. یکی یکیشو خدا خیلی کام کیریا تخمید. توی این بازی هر لحظه ممکنه یه خرس گنده بهتون حمله کنه تو بگاته. واقعا شعور در وجودت وجود نداره، چیز یعنی بکشتتون و بخورتتون و آره اینا. برای اینکه این خرسای گنده نخورنتون دو تا راه دارین. اولین راه اینه که وقتی بهتون حمله کرد مثل وزق بهش زل بزنین و بازم زل بزنین و بازم زل بزنین تا این خرسه خسته بشه و سیکشو بزنه و بره. راه دوم، میتونید بهش زل نزنین و باهاش یه فایت نابی برین، اما بازم تهش اون شما رو میخوره. به همین خوشمزگی. خب یکی دیگه از جزئیات این بازی چیزی هستش که ما تو اکثر بازی‌های راکستار دیدیم. اگه شما توی بازی مثل خر غذا بخورید و بخورید و بخورید و بخورید و بخورید و شعور نداری، به طور کلی شعور نداری. اگر اینقدر شرافت داشتی، اگه تو بازی بیش از اندازه غذا بخورید چاق میشید، کلا از ریخ میافتید، زشت میشید، بانوان نمیان سمتتون و باسنتون شکاف میخوره که دوباره لاغر شید. میدونی چرا؟ تو مثل جی تی ای باشگاه نداره بری اونجا لاغر کنی اینا. نه، نخور، نباید چاق شی، چاق شی بدبختی. نخور، با شکم گندت هم اینجا نیست باریکلا. و توی بازی اگه شما با کمون به دیوار، زمین، درخت یا باسن راهگذر بدبختی که داره رد میشه شلیک کنید، ببینید که این تیرتون داره میره رو هوا، همچین یکم تکون میخوره. باز هم ما به این نتیجه میرسیم که راکستار گشاد گشاد و فرد فرد یه بازی نمیسازه، قشنگ برنامه ریزی میکنه و روی جزئی ترین ریز جزئیاتش هم جزئیات به خرج میده. سوسماست. خب آخرین جزء از جزئیاتی که داشتیم تعریف می‌کردیم اینه که وقتی یه حیوان یا آدمو می‌کشین بعد از یه مدت خیلی طولانی نم کوتاه فکر کنم چند تا لاشخور لاشگوشت میان جسد اون بنده خدا رو میل می‌کنند و همین
اینم داداشمه. خب بچه ها مرسی که این ویدیو رو دیدین، لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره و آره دیگه ویدیو رو بهتر کنین و داستان رو اینا. البته رد ببند بیا بریم دیگه، چقدر زر میزنی. بیا برید کوچه سیرابی بیا برید چه صدا بجوش. ببند بیا بریم بابا، استودیو تعطیله. دوستتون داریم و شو بخیر. بای بای ما رفتیم به تخمه. بای بای ما رفتیم به تخمه. اومد تو مغزم دیگه نمیتونم نگم همش، امروز دارم همش میگم اینو به تخمه.